سلام به رفیقای گل تو دلیای عزیز، خیلی خوش اومدید به این قسمت پرشین رپ ریاکشن. برو بریم. سلام، روحام هستم. سلام، خب طبق معمول سهراب هستم. چطور ممکنه؟ خیلی خوش اومدید به این قسمت پرشین رپ ریاکشن. بچه‌ها ما برای افراد جدید میگیم، هر بار معرفی می‌کنیم. آره، خودمون رو معرفی می‌کنیم. شما این قسمت ها رو بزنین جلو، شما که دیگه از قدیمی ها و بله قربان تو دلیا پیدا. خدا خب چرا دو قسمت تو فاز باب اسفنجی هم میگم خیلی خوب چیتونه میگه این قسمت به جای حرفای تو باب اسفنجی رو بذارم. آماده ایم بله ناخدا. خیلی خوب آقا، پاشو بیا. پاشو که بریم اومدیم با ترک پاشو. پاشو پاشو پیشرو و کامیار. پیشرو و کامیار عزیزه. میخوام ببینم که واقعا پیشتاوری های ما، مثلا خودم هم شاملش میگیرم، نابجا بوده یا نه. یا به جا بوده، چون پیشتاوری من به شخصه نیستم. منم نیستم. اصلا تو بگو بدترین فیت دنیا. یه چیزی هم بگم، تو از کجا میدونی چه کاری عذاب داره؟ رضا پیشرو هم سلیقه خوبی داره، هیچ وقت نمیذاره که آفرین هم هست آرتیستی مقابلش یه کاری کنه که کار بیاد پایین. معمولا آفه. سعی میکنن جفتشون که یه کار حیولا ریلیز کنن. خیلی خب، نظر شما چیه؟ بیگ دالیم از این پفک میخوره. خب خیلی خب حاجی، کاورت هم شدید. کاورشو پنجره چلو پنجره شب بود کسی ندید. نه، یک دیواریه که انگار اون پاشوه پاشوده دیوارو خورد کرده، رفته اون بیرون. بعد رفته بیرون رو نگاه میکنه دست بزنی. آره اینجوری خیلی شیک. آجی کاورت هم شدید. کاور همون کی بود؟ نم چی آقایی کاور قبلی رو زده بود. علیرضا آقایی چی آقایی نمیدونم، یادم رفت اسم. منشنش میکنیم. واقعا کاور خیلی سم میزن. واقعا من هستم کاور. ایوال. خب برو بریم. بریم که رفته باشیم دیگه بچه. پاشو کامیار فیت پیشرو. میخواد پاشوده بگیم ریاکشن. یه حاشیه ای بگم. ببخشید زدم تو پرت. چی شده؟ از اول گوش میکنم. تکس کامیار رو عرفان پایدار نوشته. مگه کامیار رپ میکنه؟ نمیدونم. تکستش عرفان پایدار نوشته بود. لیریک بای عرفان پایدار. عرفان پایدار مثلا میتونه بیاد بنویسه. آره خیلی اصلا ترمسران. من میدونم میدونم. آره خواهنگایی که ملودی میخونن شعر بنویسن. اینجوری اوکیه. ولی یه مورد دیگه هم داشت، یادم آشیه داشت، من یادم رفت. چقدر خوب بود بیتش. آره کار متفاوته. کامیار شیشوهش کار نمی کنم. هیپ هاپ آر ام بیه. سلا رو آر ام بیه. اگه نمیخوای از هدف فقط باشی، برو طرفش و اصلا نترس داشی. فکر فوش بوده. آره داد بزن بگو میتونم. اگه قدماش سخته، سر راد سر بسته، واسه همه همونه، بس نگیر بهونه. یعنی پیشرو هم اینجا انگیزشی میکنه؟ احتمالا پرام تا حالا نخوند خون؟ چرا؟ این پیشروی 97 البته برای خودش 95 همون دیگه. نه 97 من اینو میخوندم. اوکی. 98 من پیشروی 98 میخوندم. خود ساعتشون بروی نمون صداش بیاد. بگو میتونم شد سری روزا دارم میترم. بله خدایی کامیار ترکون. طالا همچی ترکیبی بارت نشده. آره آره خیلی خوب. با ببینیم ورس پیش رو چیم. با ببینیم ورس پیش برنده باش. بگو صد هیچ صدن درایی که قفلن و بد میشکن. حرام برنده باش. بگو صد هیچ صدن درایی که قفلن و بد میشکن. افکار و قلبم
تو قبرستونم دست تو دستیم ولی مست و تونک میدونم موندی تو خرچ خونه تو یکی دیگه میذاره سرشونش کسی نمیدونه قدر بوده بشن هزار و پرده رو هم بعضی آدم همون قدر خوبن که فکر میکنی برا تو تله دختره یه رفیقایی کم لولشن تا باهاشون برن تا ته دل شب حس کنی مثل تن همه که ستم تستشم بدن تا برسه به سر و پا بذارن رو قضاوتشون کاملا از دور جاهل و از سود و سارق و شرورن نشستن تا بشن وارث تمام مال تو پلو باشو پسر نگو نمیتونم همه دور دستا رو بگی تو دست نکن نمیتونی بری خونت دیگه تبیلت نگیره کسی تو جمع نباید بمونی بری تو هم نشینی پای سر کسی تو سفر رو به خودت بگی خیلی خوبم و مسیر زندگی تو بگی تو جمع اگه قدماش سخته نه ولی خیلی فلوه خوبی زد خیلی خوب بود خیلی انگیزشی بازه چمنزوره یه دو منزوره مستقیم مستقیم آره بازه فر. ها برد جلو یعنی میخوای بسن آره بس چمنزوره برای این گاز پاک کنم اینه بچه خونه تو که هیچ زدن درایی که قفلن و بد میشکنن افکار و قلبامون تو قبرستونم دست تو دستیم ولی من تو لکه میدونم موندی تو خرچ خونه تو یکی دیگه میذاره سرشونش کسی نمیدونه قدر بودنه تو میکشن نزارم پده رو هم بعضی آدم همون قدر خوبن که فکر میکنی برا تو تله دختر یه رفیقایی کم لولشن تا باهاشون برن تا ته دل شب حس کنی مثل تن همه که ستم تستشم بدن تا برسه به سر و پا بذارن رو قضاوتشون کاملا از دور جاهل و از سود و سارق و شرورن نشستن تا بشن وارث تمام مال تو پلو پسر نگو نمیتونم همه دور دستا رو بگی تو دست فکر نمیتونی بری خونت دیگه تبیلت نگیره کسی تو جمع نباید بمونی بری تو هم نشینی پای سر کسی تو سفر رو به خودت بگی خیلی خوبم و مسیر زندگی تو بگی تو جمع اگه قدماش سخته سخته سر راد سن بسته بسته واسه همه همونه بس نگیر بهونه نگودی شدیدن پیشنهاد میکنم صبح که چشاتون باز میکنید انسری رو بذارید تو گوشتون پاشا بگو میتونم یهو میپری پاشا نوشت کامیار میوزیک خود کامیار یعنی زده فکر کنم آره میدونم آره میدونم کامیار زده فکر کنم بعد کاورم من گفتم آقایی زده که کاور قبلی زده بود با یکی از دوستای دیگه همون که اونم الان منشن میکنیم ولی اسمش یادم نیست جنونم رو کاغذ ریختم ادامه بده بازم بیشتر با این که میدونم با فضیش از تنبل بمونم آفت میشم هیچ وقت اینه یادم نمیره که پای کار خستگی خوابم میرفت هر وقت پی میبرم که تبدیل به حیوان شدم آدم میشم دیگه به یه ماتم نیستم هر چه قدم بشه نامرد بیشتر همین الان خدا با مرد میزم به من فس بده تاتش میرم اگه آب باشم آتش میشم خاطر بردم بختم میدم من با غمان بایستم نیزنم و بازم دارم به تو پات زر میدم پاشو بابا پاشو دیگه تم بگو میتونم آخه زود سری روزا دارم میتونم پاشو دستاتو بده من کرونا داری یک کرونا داری کرونا داری لعنتی خیلی ترک خوبی بود خیلی ترک خوبی بود من های هایم دادش واقعا الان میتونم برم یک با هرچی نگاه میکنم میبینم هیچ کار نمیتونم بکنم الان الان بی خیال شو آره بزا واسه فردا کارامونو میرسیم عزیزم خب مثلا میگم میتونم یه کنده رو از زمین بلند کنم بعد گفتم بر بابا جو زنم آجی واقعا ولی میگم کم لطفی کردیم چون خودم هم
خیلی من نه من راستش رو بخوای من اصلا فکر نکردم من قضاوت کردم ولی پشیمونم از اینکه قضاوت کردم. نمیدونم بقیه هستن یا نه، بقیه نظرشون عوض شده یا نه درباره ترک. اصلا یه چیز عجیبی بود واقعا، هم چه ترکیبی نداشتیم، عجیب غریب میشه. قبول داری؟ چرا؟ من قبل از اینکه بیام اینجا مجاز بودین یا مثلا پروژه داشتیم واسه 99 یا کرونا و قرنطینه بود شد اینجوری بشه. من قبل از اینکه داشتیم میومدیم اینجا واسه ریاکشن به یکی از بچه‌ها داشتم وایس میدادم، بعد پسر بنده خدا گفتش که برای علی کاورمونو زد. آها پست اینو فرستاد، گفت این ترک ریلیز شده فلان و این حرفا. گفتم عجیب، من پرام ریخته، من خودم زودتر گوش کنم. اصلا نمیدونم چرا امسال اینجوری شد. حالا تو این دو سه تا دلیل گفتی، من گفتم من فکر میکنم واقعا انگار، حالا نمیگم ما، ولی انگار دنبال اینن ببینن ریاکشن مردم چیه. میگم واکنش مردم چیه. خیلی جالبه آخه، امکان نه این همه تغییر. خیلی خوب بود کار آجی، اصلا خیلی کار خوب بود. پرهام ریخته واقعا میگن، یعنی پرهام صبح به صبح باید گوش بدیم آجی. پرهام که تا یه مدت عجیب، پرهام یکی از بچه ها بود، ولی ورس دو به شخص خیلی بیشتر دوست داشتم. ورس دو رو من فلو و چیز ورس یک خیلی دوست داشتم. آره فلو ورس یک خیلی بهتر بود، فلو رایمش، ولی از لحاظ محتوا لیریک تکست من ورس دو خیلی دوست داشتم. جالب بود، یه دو سه تا نکته هم از دست دادم، ولی خب ارزشش رو داشت چون داشتم عشق میکردم با موزیک. اگه نکته کم گفتیم ببخشید، واقعا من غرق موزیک بودم. خب خیلی خب، امیدواریم که خوشتون اومده باشه. ما که خیلی خوشمون اومده از کار، امیدواریم که شما هم خوشتون اومده باشه، امیدواریم از ریاکشنمون خوشتون اومده باشه. اگه از یوتیوب بهمون آشنا شدید سر به اینستاگراممون بزنید، اگه از اینستاگرام بهمون آشنا شدید که سر به یوتیوبمون بزنید. سابسکرایب فراموش نشه بچه‌ها، لطفاً سابسکرایب کنید، بل نوتیفیکیشن فراموش نشه. ما تقریباً روزی یکی دو تا ویدیو میذاریم، سر بزنید بهمون، بل نوتیفیکیشن کنید، میاد براتون هر ویدیویی که بذاریم و میتونید به آرشیومون دسترسی پیدا کنید. دیگه چیز دیگه‌ای نداریم، کار قوی بود، سعی کنید پاشید بچه ها و یه حرکت جدید بزنید. روزی 40 نفر برای من این بنده خدای نمیدونم دوستمون یه خورده سیاه چهره هستش و خارج ایران زندگی میکنه و هیچی از فارسی بود. بابا ما ایرانی ها چرا اینجوریم؟ ایول میخواستم بگم. واقعا تو دلم مونده، میدونی چرا؟ بابا اصلا نمیفهمه طرف چی داره میخونه، اصلا زبانش چیز دیگه است. برو فالوورشو نگاه کن، برو یه دونه دیگه هم بود، یه دونه دیگه هم بود. ببین من نمیخوام حاشیه باز کنم با این قضیه رو گفتم، فقط من میگم ما چرا آدمایی رو گنده میکنیم که اصلا نمیفهمه، فقط داره با برو ملودی کار حال میکنه. من شاخه با اون چیزه، اون سیاه‌پوست است، حالا دقیقا نمیدونم اسمش چیه. اصلا چرا این کارو میکنی تو؟ مال کجاست تو نمیدونم. چون ویو میگیره داره این کارو. چون ویو میگیره آره، چون ما ایرانی ها عاشق گنده کردن آدمایی هستیم که بابا نکنید، اصلا نمیفهمم یه بنده خدا ریاکشن چیو میخوای ببینی. یه بار پشت اسم میخوام ببرم، یه بنده خدا بود اصلا ایرانی نیست، انگلیس. ایرانی ها در حد من نیستن. خب چرا اینو گنده میکنین؟ اینی که میگه ایرانی ها در حد من نیستن، تو ببخشید تو نمیتونید، ولی این آدما رو هم گنده نکنید خدایی. یارو بلک اصلا نمیفهمه، تکس رو نمیفهمه، اصلا نمیدونه. تو بگو مثلا یه ژاپنی جوت، مثلا یه ترک ژاپنی. ما ایرانی عاشق گندگر اینایم. آجی تو صد نه جان من، برو اون کسایی که مثلا گنده شدن تو یوتیوب ما دادا نمیگیرن. اون یکی یعنی یارو میگفت، مرمودی میگفت با دماغش فوت میکنه با نی تو آب، بعد میگه هو گندش میکنه. آره نکنید این چیه داستان، نکنید بچا این کارا رو. یه خورده تو پیج یکی از همین شاخا بودم که تطور آره، ما خودمون بهشون فالوور دادیم. آره میدونم اشکال نره. خیلی رو صورت و همه جاش تطوه یارو، بعد کلن هر روز لایوهای فلان میذاره. بعد چند روز پیش آهنگ داده بود فلان، آهنگ دینی داده بود، کار نم نمیخوام اسم ببرم. خب یارو تو پیج این ده نفر مرجاک هم جوابش رو داد، گفت کیشمیش کل سال دنبال عرق شدنه، ده شب محرم میاد قطعی دست پلو میخواد حلال شه. یه چیز بگم، ده تا کامنت رو پشتم خوندم، همه فوش که آقا شما فلان این، شما نمیدونم مال حروم خورین، نمیدونم
این بعد فالوش کرده بود. خب چرا فالوش کردی؟ اما خودتون گندش میکنه، خودمون گندشون میکنه. خب بریم، طولانی شد چون بریم. دم همتون گرم که بهمون نگاه کردید، وقت گذاشتید برامون، سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون داریم، جاتون تو قلب ماست. تا دوری دیگر، عشقین عشقین یعنی.